سلام علیکم، حالتون چطور؟ از کف تورنتو باهاتون هستیم با ولاگ با رفیقام. با رفیقام امروز قراره با دی جی پی اس باشیم، رزیدنت دی جی رادیو جوان، یکی از دوستای خیلی خوبم. چه رسید؟ هلو، سلام علیکم دی جی پی اس، چطوری؟ خوشی؟ یه ذره دیر را ایمدی؟ یه ذره دیر. اینجام که داری دیگه، برف هر روز برف میاد، صبح پا شدیم هر روز یا برف شاول میکنیم یا سالت بریزیم یا شیشه پاک میکنیم. اصلا برف شاول میکنیم یه ذره زشت بود، برف ها رو پارو میکنیم. که چه شایدی که یارو میگه سه بایی بیاد بالا نه زنه بوده من خود تمیز زندگی میکرده، برف سنگین میاد و سه تا کارگر داشتن گفتن برف پارو، هر کم یار اولی گفت برف، دومی گفت پارو، سومی گفت میکنیم. بعد یه زنه میره پشت پنجره میگه به سومی بگیم بیاد بالا. داستان ما اینه، ما رو سومی گیر کرده. Hi, how are you doing? That's it. چیزی که نمیخوای باش؟ اسپرسو میخوری از روز؟ من آره روزی تشرفت اسپرسو میخوری. سیکسی ها. دی جی پی اس اسم واقعی تو بچه ها میدونن یا نه؟ آره میدونن. پیام حاج پیام و خوب اومدی اینجوری گفتی الان مثلا دی جی انتحاری رادیو جوان. این بچه آروم و ساکتی هستی و اصلا بهت نمیاد دی جی باشی، میدونستی؟ من اینطوری نبودم راستش، من ایران رفتم سربازی، اونجا یه سکم کشیدم آروم شدی؟ آروم شدم، ولی خب واقعا پسرها اینطوری هم دیگه، وقتی مثلا به یه سنی میرسن خیلی بزرگتر و ماجورتر میشن، خیلی اصلا طرز فکر آدم عوض میشه، به قول گفتنی آدم شدم، آدم در شدم. من اینطوری نبودم، دیوار راست میرفتم بالا. چند سال کانادایی؟ من الان تقریبا اشتباه نکنم 12 ساله اینجا. از چه سالی دی جی میکنی به صورت پروفشنال؟ پروفشنال رو اگر استش بشه گذاشت پروفشنال، تو سربازی که بودیم من قسمت موزیک بودم، بعد اونجا پرکاشن میزدم و بعد آشنا شدم با یه سری بچه هایی که یکی پرکاشن میزد بودیه به سر میخوند و سعید و دوستامون با هندگی بند زدیم. بعد سربازی شروع کردیم، عروسی به عروسی رفتم، بعد از اونجا من رو در واقع یه درام ست برقی داشتم که رو اون مثلا آهنگای هاوس و تک هاوس رو داشتم، مثل درام پد داشت. آره آره، بعد از اون دیگه شروع کردم، از اون اومدم رو در واقع لپتاپ و یه سری سافت‌ور دانلود کردم و از اونجا دیگه شروع شد. تو دو تا میکس داری که من میشناسم، تهران تو و گرامافون. آره، ولی تازگی ها به همراه یک بچه خوب ایران احسان فروتن ما یه پادکست جدید شروع کردیم که خیلی هم فالوور، یعنی خیلی محبوب شده، پادکستی به اسم پول سایت. تازه اومده، من نشیدم. آره، دو تا سامر الان پخش داره میشه، از رو اسمش هم مشخصه، پول سایت. اینو موقعی باید بشنوی که شما وقتی میری به سلفون من، شما وقتی میری بغل پول و این موزیکی باشه دیگه، میشه پول سایت. میکس کنار استخری. کنار استخری. آره، اینجا پویتانتون استفاده کنی هر چیز. Thank you. Hello. Okay. Okay. Yes. خب. این حرکت خیلی زشت و با
از لاین چهار اومد لاین یک بیچید بیرون. چهار نبود تا برسیم یه بریکی بگیریم. بگیریم یه کافیمون رو بخوریم بعد میگیم. خیلی عرفت پیام کجا داری میبری ما رو؟ اینجا یه خیلی باحاله اسم آسما موزیک. کازمو میوزیک. شما ساز هاتو از اینجا میخری؟ ساز هامونو واسه بده. البته الان دیگه آنلاین شده همه چی، فقط اینجا میایم اشغال میکنی. برو من میام پسر. من اینجا با بچه هایی که از ایران اومدن مثل مازیار فلاحی، فرزاد فرزین، آره همه بچه ها اینجا اومدی. من دیشتر صبح ضربی میزنم سازه کوبه ای. سلام مجدد، حالتون چطور؟ آقا ما هر چی میریم نمیریزیم به خونه شما، چرا کجایی؟ مثل این مسافرات شده ما دیگه نزدیک شده دیگه، صبح میرسی میشن. سوال دارم ازت، غذای فیوریت ایرانیت؟ فیوریت؟ من خیلی خوشمزم، هر چی از بچه گرد نادم جلو خوردم. من داری مشکل دارم با غذا، ولی از این غذا رو خیلی دوست دارم. مثلا بسنجون رو دوست دارم. بیشتر اصیلای ایرانی ها مثلا خورشت قیمه، خورشت قرمه سبزی. خب پس همه چی خواهی؟ همه چی خواهی؟ خب قفه به غذای غیر ایرانی چیه؟ برگر. نه خب واقعا برگر یه چیزی که خیلی باحاله. یعنی مثلا هر کشوری یا مثلا هر شهری هم یه برگر استایل خودشو داره. مثلا فرق میکنه شما برگری که شما بزنی با برگری که میدونی هر کسی یه سلیقه خاصی خودشه. خوشمزه ترین غذایی که تا الان خوردی و مزه زیر دندونت هنوزم که هنوز مونده کی برات درست کرده بود؟ زیر دندونم مونده، یعنی مزه یادت نمیره. والا خوشمزه تریناشو همسر عزیزم برام درست کرده. به قول خودش یه چیز مندرآوردیه ولی خیلی جالب بود. یه حالت پلو مخلوطه که با وجتبل و در واقع مرغ و ایناست، ولی خیلی خوشمزه است. یعنی هر بار که سحر این کارو میکنه، یعنی من عاشق اون غذا، سه چهار روز میخورم. خیلی خوشمزه است. پس فیوریت غذا یه پلو قاطیه که سحر درست کنه. فقط هم باید سهر درست کنم. خب اینجا نرمال من از همه میپرسم که من برات غذا درست کنم تو خونه تو، یا بریم رستوران، که کلن پیس شرطش از اول این بوده که اگر که این کارو نکنی، خودت بیای خونمون و اون توست برگری رو درست نکنی، اصلا کلن ویدیو رو ضبط نمیم. اصلا من واسه اون برگر هست که الالی جا. خدا مجید. خب یه سری مسائل رو من خونه داشتم با خودم آوردم، مثل گوشت و پیاز و اینا رو. الان باید بریم یه نون توست خوب بگیریم، ساوردو، خمیر ترش و یه دو مدل پنیر. اینا رو هم میگیریم و میریم خونه پیام، شروع میکنیم به درست کردن. البته اگر برسیم به خونه، چون الان شب همه جا میزنیم اول میخوابیم. ببین عقبم جا هست. 35 دقیقه است داریم میایم، هنوز نرسیدیم. یه ذره دوزیه. از اول بگو لیلی لاغر شدی. هم لیلی بگو
اون موقع به خدا هیچی گردن نداشتی، الان اینقدر گردن نهال میده پس گردن کنه. ای خدا. چقدر عدداش درشته. دوست داری؟ نمیخوای از همسرت بپرسی چیزی تو خونه لازم دارین یا نه بخری؟ زن بزنم میترسم لیست باید بالا خزینه ها میره بالا. یخ چل. یک دونه میدیوم چدر برمیداریم، یک دونه ماتزارلا. آووکادو میخوای بردا هلتی تر. هلتی تر آووکادو. این بار روغن آووکادو درست شده به جای روغن معمولی. پیام جان با چرخ خالی داری میری؟ همه اینا تو بغل منه. چرا؟ خسته شدم واقعا، فشار زیاده، خیلی قوی کردیم. الان دقیقا فشار کجاته؟ خب ما خریدامونو کردیم، میریم به سمت خونه پیام. خب پس از سالها انتظار رسیدیم. پیس پیس قربونتون برم. بفرمایید. خب چه خونه خوشگلی. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. چقدر زیبا. خب من برم بالا یه فرش بشم برگرد. تا پیام رفته حاضر بشه ریفرش بشه، من این وسط گذاشتم بیرون مواد لازم و طرز تهیه این غذایی که الان قراره درست بکنیم، برگر توستی یا توست برگری رو من لینکشو میذارم اینجا یا اینجا یا اینجا، برید بزنید روش ببینید. قبل از هر چیز از امیر چرنو تشکر کنم واسه این تیشرت ها بود استایله قشنگی که واسه من درست کرده. چرنو دمت گرم. خیلی خوب خانه بودی، من یه رو در آوردم. قربونتون برم، لطف کردی ما رو پذیرفتی. یه دارم گفتم من ادویه ها رو اینجا خودم تو خونه مامان میکس کردم و بردم، اونم که گرفتیم چه خوشگل هم میکس کردی. همچه با قاشق ریختم رو هم خیلی طعمش زیبا شده. بعد پیاز و گوشت و پنیرم که گرفتیم، اینم که گیشنیز خورد کردم روشون تو یخچال و آماده است. طرز تهیهش اگه خواستین گفتم دیگه، لینک یه جا هست میرید بنده. تو به من الان یه تخته، یه چاقو و یه کاسه ای که بتونم اینا رو توش هم بزنم بدی. این تخته این خوبه؟ آره این پیاز میخوام خورد کنم. گوشت اونم که از کجا گرفتیم؟ گوشت اعلا. گوشت اعلا ساتور بوچری. خیلی تر و تمیز. ساتور هم تر و تمیز. آماده بکیوم شده برای میاد در خونند. ریلکس و ساده تر تمیز. اینجا هست صدا میده. سعی میکنم یواش تر تکون بکنم. اینجا پوست میکنم و برمیدارم. هر جور ساده بیتونی برد کشم. خوبه با تنیز کنم. درست کنم شده. یه دونه پیازه دیگه. که از یاد میکنم. بعد من نرمال توضیح میدم که غذا چجور درست میکنم. ولی چون طرز تهیهش هست آردی من درست میکنم. تو از خودت بگو. خبر از زندگی سلامتی. خیلی اکسایتدم که این برگر معروف از بخورم. حالا من رفتم ویدیوشو دیدم، ویدیو خیلی خفن بود. یعنی اون لحظه ای که میای با چاقو کات بزنی آدم علاوه ذهنی ارضا میشه. شکمی رو میبینم. بزنه چاقو نمیبره. میتونم یه چاقو دیگه دیگه. اوکی، مثل پیاز رفت تو بگو چه وقتی شروع کردی حالا به چند آشپزی رو؟ ببین من آشپزی رو
موقعی که برلین دانشجو بودم از اونجایی که از بچگی عادت کرده بودیم که بیکار نباید میموندیم، من بعد از دانشگاه شبانه مدرسه شبانه رفتم کلنری سکول. بعد حالا توی مجله کلم پابلیش شده بود یه توضیحاتی دادم. آره یادم. بعد رفتم کلنری سکول و یه سری آشپزینا یاد گرفتم تا اینکه دیگه دانشگاه اصلیم تموم شد. من دیگه کلنری سکول ادامه ندادم، برگشتم کل با مجید یه دونه پرینت شاپ زدیم. و دیگه این آشپزیه فقط شده بود برای اینکه واسه خانواده و دوستای صمیمی و اینا وقتی دور هم جمع می‌شدیم من آشپزی می‌کردم. تا اینکه کرونا که شد من رفتم پیش شیوا که تنها هم نباشه. شیوا خانم دیگه گیر داد که آقا تو که این همه آشپزی میکنی و واسه همه هم غذا درست میکنی و الان همش تو خونه ای و دورکاری میکنی و اینا، دارم گریه میکنم وسطش گازه رو آتو باتو بودم پیاز میکنم. بعد بیا ما اینا رو رکورد کنیم. شیوا گذاری ببینید خدا. بعد گفتش که بیا اینا رو رکورد کن بذار توی یوتیوب، یه چهار نفرم چهار تا چیز یاد بگیرم. دیگه شروع شد و داریم ضبط میکنیم دیگه. بعد برای این مدت که اومدم تورنتو یعنی برگشتم چی شما هم که این آیدیه این که با دوستام و رفیقام و این سری بلاگ بگیریم، اینم باز پیشنهاد شیوا خانم بود. چون میدونی که اینجا الان من دارم خودم صدا برداری فیلم برداری اینا رو میکنم، همه این کارا رو اونجا شیوا خانم انجام میده. nice. از گیری مور استایلیس نفکر کنم بذاره زیاد ولی خب همه رو ریختم. گوشت شما قوی سر بکنیم؟ نه باشم خیلی کنم تو هم چاک کردم ولی خب چه خوبی این نیت ساتور ایسی دیگه هست. این اینجاش خیلی مهمه. باید دست رو کن تو جیب دستکش خطر همه کده هر بیاریم. دستکش آشپزیه بیشتر به دزدا و تعمیرکارا هم از اینا استفاده میکنن ولی این مال آشپزی. اتفاقا اینا رو برام چی سفارش میده؟ الو آره. بعد برای منم باید جداگانه سفارش بده چون خودش و همه قصاباش دستاشون همه لارج و ایس لارجه، من اسمال میدیوم هم. دستکشای اونا رو که دستم میکنم اینگاه مثلا پیرن پدر بزرگ هم پوشیدم. خب پس الان اینا رو میکس میکنی بعد بعد مثل کباب خوبیده ورز بدی که مخصوصا اون ادویه های که لای گوشت میکس میشه هیچی اون پیاز هم زده آبش در بیاد. بکن همین الان شما بیشترش به خاطر سبزیجاتشه یا ادویهشه؟ ادویه هست. ببین گوشت و پیاز و یه ذره گیشنیز که نرمال گیشنیز تازه است ولی خب گیشنیز نداشت فروشگاه ما، من گیشنیز خوب شده فروزن خریدم که همون یخش باز شده چون عطرش مهمه دیگه. بعد ادویه‌هاش هم زیره داره، نمک و فلفل و پودر پیاز، پودر سیر، چیلی فلکس، آها پاپریکا. آره پاپریکا هم که اگر پاپریکا اسموک باشه بهتر از پاپریکای معمولیه، پاپریکای دودی. از اینه که گفتی من فقط سالت و پپرشو میشم. تو خودت کلا آشپزی نمی کنی؟ ببین من بعضی وقتا وقتی که بیشتر سهر خانم من هست با من انجام میده ولی خب این موقعی که چی درست میکنه؟ این من یا سهر تو دیگه سهر که خب اون که برده اون که این کار خانم خونه هست. ببین من مثلا خب برمیدارم من اینطوری مثلا یه مرغی یه پیازی داغ بکنم، یه مرغی ورز بدم، یه ذره ادویه‌اش بزنم و حالت من در آره من در آوردی مثلا اسم خاصی نداره که مثلا بگم مثلا دارم اینو درست میکنم. این هم وقتی که مجبور باشم این کار میکنم ولی خب خب اینجا... قبل از اینکه سهر دختر نازم بیاد تا قبل از که سهر خانم بیان خب به هر حال دلیوری بود پیزا بود ولی بعضی ما مثلا شده مثلا کباب ماهی تابه همین سبکی ولی خب به این خوبی ندیگه میگرفتم چرخ کرده مثلا با یه ذره یازینه ورز میدم میداشتم سوق میشد برفض میشه ماهی تابه کباب ماهی تابه. خب این الان آماده است بذاریمش کنار یه ده دقیقه. چاقوی نون بریدن داری یا با این؟ نه چاقوی نون هم داره اینجا هر چی شما بگیم رو داریم باری کرده همشون سی خب
من خیلی علاقه دارم به این اونها. یه چیزی دیگم تو استانبول خیلی اکمک بگیرم من عاشق اینا بودم. اکمک خمیرش یه مقداری با این خمیرا فرق داره. این خمیر ترشه نورمال بعد خمیر ترش اصولا خمیر چیه؟ هولویت هم هست یعنی سبوس داره ولی این خمیر ترشه بدون سبوسه. جارو میکنم بعدا. نه عزیزم راحت باش. خب یه شیشه هم یه کسیب شده بتونی دست. حالا یه چیزی بپرسم، ببین که میگن آشپزی میکنن با وقتی اون ساعتی که میگذرونن موقع آشپزی باعث میشه سیر بشن، این حقیقت داره؟ بله. ببین حالا من هم حالا سیر شدی تو یعنی اصلا؟ نه ولی کلا مخصوصا غذاهایی که خیلی بو داره مثلا قرمه سبزی اینا، اون غذاها رو که درست میکنی لحظه‌ای که بعد غذا رو بخوری دیگه اون بوئه انقدر تو دماغت بوده دیگه اون مثل تویی که غذا رو درست نکردی یه اون سر میز دیگه اون اشتها رو نداری با بوئه قرمه سبزی دهنت آب بیفته. منی که وایسادم پایگاه داره 400 بوئه تو دماغ حالا بر وزن مثلا حاضر شو برگر تو دیگه اون اشتها رو یه نداری مثلا من برگر تو هم بخورم اوکی آره از اون لحاظ آره. خب این باشه اگه خواستین دوباره اضافه درست کنیم درست میکنیم. من حتی دوستو هم زنگ زدم میاد واسه مقدار گوشت واسه رفیقات کمه ولی خب اگه میخوای زنگ بزنیم علا گوشت هم دلیوری بکنه اینا رو هم دارم من آدم ماشالله برای بچه حتی فورا من چی کار کنم. یه چیزی میدیده دارم دیده در سمنونا رو بزنم روش به نظره داری؟ آره این نونه یه دونه حباب داره این نونه سوراخ بود گفتم شاید پشت در بده آمدشه رو هم میتونی بذاری یه باید عاشق این زنی بفتن که همه صدا آره این آقا تحرار شده واسه حضر من واسه هر ولی یعنی من الان چاقم یه ذره زیاده یه نیم ساعت پیش گفتی کلن از بین رفت یه من آمد شده خب ببین گوشته حالا میای به اینقدی تقریبا به اندازه یه مشت خب این روی این خب این چیزه باید سرخ بشه یه عزیزم کل داستان همینه دیگه استایل کارینه تو وقتی که تو ماهی تو به این دوستمون رو میپذی تمام این آب و مزهش و اینا میچسبه کف ماهی تو بعد الان تمام اون مزه و آب گوشت و همه اینا چی میره میچسبه تو نون سکرتش همینه که چیزه مشتی خفن من استرس میگیرم تکون میخورم سرگ سرا میده ترسام الان برم بیسمنت این فالتش به هم خورد تمیز بکنم و بعد آنی دارم اینه انجام میدم نه این وقت زدم زیر فرش زیر پامونه خب فرمون داغ شده این دوستان گلمون رو بره میذاریم طبقه وسط دیر آیه پیام جونه دلم تا این بپخه پیام گرسنه خب دیگه داره میپزه دیگه باید داره باید تو فر باشه آمه خزن زمین شما بزنی آماده شد نتونستی بخوری خودم برای پیتزا سفارش میدم
نظرت چه بریم آفیست هم بریم؟ بریم ببین آفیس که حقیقت یه استودیو کوچیکه دیگه، پادکست ها از اینجا میاد، ترک ها از اینجا میاد، جایی بعدی نمیبرم برای خودم خوده. ها همینش بده جون. اوه عکس خودش رو ماینه گوته از نام میزنی برامون؟ هرچی شما بخواهی از اون میزنی اینا چون هیچ هم وقتی استفاده نشده خاطر داستانه کلاه ایران یه چند وقتی برنامه همه چی کنسل بود دیگه. خب صدا به همسایه ها چرا دیگه همه گفتم میدازن هم بیرون علی آفیست خیلی خوش کرد برای ما هم موزیک درست میکنی؟ موزیک برای شما درست میکنم هرچی بخواهی برای که مشغولی واسه پادکست سال نو در واقعی دوموز خدا اکتشاد رقصی بیرون. خب احتمالا تا موقعی که این ویدیو بیاد بیرون اون میکسه بیرونه بیرونه عدی بعد بدن تو رادیو جوان سرچ کنن دی جی پی اس نوروز میکس. آره ده. بوی توسته داره در میاد. آره بریم پایین. چه خوشگل این چین چین اکشولی بذار برات امتحانش هم بکنم. گرامافون دیگه گرامافون مدرنی به جده دمه شما گرمی الان کپی رایت میخوره تقریبا آماده است. وقت خوردن. اکسایتدی؟ چای خوب برنامه رسیدیم. خب اینا تقریبا آماده است. ما داریم با اینا برمی‌داریم. سر خانم کجای نمیدونه این دستگیره ها کجاست. خب اینا رو برمی‌داریم. تمیزش می‌کنیم. این فقط پنیره الان از اون توریه میره پایین آب بشه بعد توریت بعد شدید تمیزش کنی و الان سهرجان تمیزت میکنه. یه دونه از اینا میاد یه دونه من اینا خب بعد این به صورت اینجوری میاد روی بعد اینجا سلفی قرار شده بگیری؟ آره ببین نه با کات شدهش به اینجوری میکنی اینا میزنه بیرون بعد اینا اینجوری میذاری نماز وسطش بعدی این برمیگرده روی این بعد این اینجوری ای جان سرش اصلا اینجوری بره اینجا. خب من دستامو بشورم بریم بخوریم. خب نظرت چیه آقای پیسیان؟ خیلی خوبه. بعد من نرمال واسه خودم درست نمی کنم ولی اینو من یه نصفشو میخورم بقیهش میزم و سر من واقعا دیگه نفتم تعمال کنم بیا شروع نمیگانی شروع کن یخته تو بیا باید میخوریم بیا بزن بزن من پا بی اکشن تو ببینم بلن ما به چی میاد آلیم خوبه واقعا؟ خیلی خوبه تو حیفی بری قبرس همشا بمون بگم خودم هم بزنم ببینم چی درست کردم دعا ببرم
قشنگ بشین بخور. نه خبر. من میگم میشنم. شما سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. بعد از اینجا هم ما قراره بریم برنامه‌ای که امشب PS برنامه داره توی اکسیس. آره، با دیجی اردی و با نه دیجی اردی دیگه دیجی اردی نیست. اردی و دیجی نوید و آریان مونتی و یه دختره هم بود. آره اسمش رو نمیدونم. یه دختره با ام جی بود. آره. آره امشب میریم اونجا، اون ویدیو رو هم دیدین بعد قطع کنین. خدافظ. مرسی. دمت گرم. آره جدا خوش مدام. مشکل هم که نوانی خیلی خوبه. میرم نگاه کنم ویدیو تو یاد بگیر درست کنم. یاد بگیرم درست کنم. به خوبیه شما یه نمیشه بخوا. Ain't no party like a techno party.